روزی سلامتی برای همگی، جلسه 26 درس که در واقع جلسه اولی هست که من کتاب آقای در واقع لاندستروم رو شروع میکنم درس دادن و در خدمتون هستم. در واقع تو این جلسه من یک ریویوی میکنم از اون چیزی که احتمالا باید از درس در واقع اصول ادبات خاطرتون باشه و اینو میاریم در واقع اینجا، در واقع یک یادآوری میکنم. فرض بر اینه که در واقع ویدیوهای مصفت درس و اصول ادبات رو در واقع یک بار ریویو کردید، من خواهش میکنم ریویو کنید، چون در واقع تاکیدم اینجوریه که حتما در واقع مشابه کتابهای جدیدتر همه چیز رو از روی بند در واقع ساختار باندهای انرژی، بند استراکچر در واقع تحلیل کرده باشید. در واقع تمام ادواتی که ما داریم، چه بی جی تی، چه ماسفت، چه هر دیوایس دیگه ای، این ادواتی هستن که در واقع شما سد پتانسیل رو کنترل میکنید و یه اتفاقی تو دیوایس میفته. به این معنی بهترین راه به نظر من در کردن کارکرد این دیوایس ها در واقع نمایش بند استراکچره، و اگه شما بند استراکچر رو رسم نکنید تا یه جایی میتونید یه حرفایی رو بزنید، ولی جلوتر نمیتونید بدید، خصوصا وقتی به ادوات نانو میرسیم که اصلا بدون بند استراکچر در واقع هیچی نمیتونید بگید. برای همین من تاکیدم اینه، با اینکه در واقع اینو تاکید میکنم، ولی خوبه همیشه برگردید توی اتفاقاتی که میفته به اصل ماجرا. من در واقع یه کتابی آقای شاکری داره 1950 در واقع بیشتر راجع به فیزیک سالید استیت تا دیوایس باشه، اینو یه نگاهی بندازید، همینجوری ربطی به درسمون نداره به نظرم، در واقع جالبه. یه در واقع مقاله، شاید بگم جز اولی مقالاتی هست که به صورت خاص در واقع دیوایس ام او اس رو بررسی کرده توی پروسیدینگ آی تری پلی. دقت کنید این اسما رو میگم برای که یادتون باشه. یه سال قبل یک مقاله‌ای هست توی IEDM، اگر به اونم دسترسی دارید، چون در واقع یه پرزنتیشن توی IEDM، فقط مقاله‌ای ندارن همین دو نفر، و در واقع همون پرزنتیشنشون توی در واقع این اسما یادتون باشه، مهمترین کنفرانس که تو دیوایس داریم IEDM، مهمترین در واقع ژورنال خاص دیوایس که داریم تجدشن الکترون دیوایس یا الکترون دیوایس لتر از انتشارات آی تری پلی. پروسیدینگ آی تری پلی هم در واقع یه انتشاراتی که هر شماره شو به یک موضوع اختصاص میده، از این لحاظ ریویو پیپر های خیلی خیلی در واقع جالبی رو توی این پروسیدینگ های آی تری پلی پیدا میکنیم، و این مقاله 1963 توسط هافستاین و حالا هایمن، احتمالا دو تا اسم آلمانی که نمیدونم چجوری هم خونده میشه هست، و یه مقاله هم آقای ساه داره توی ترانزیشن الکترون دیوایس. این آقای ساه رو بگردید، یه در واقع کتابی هم، یه کتاب خیلی مفصل چند صد صفحه‌ای هم در واقع داره که یه قسمت خوبیش در واقع ترانسفر ماسفت، هر همه اینا قدیمی هم، ولی میخوام در واقع برگردید به اون در واقع سرچشمه ماجرا، و همیشه یه نگاه انداختن به اینا خیلی خیلی دید خوبی میده. خیلی من چیزی که حالا از درس قبلی یا از دروس مثلا مداریتون به خاطرتون هست اینه که توی یک دیوایس MOS رابطه جریان درین سورس بر حسب ولتاژ درین سورس یه چیزی هست شبیه مثلا این، مثلا یه روابط نسبتا درجه دو و بعد یه سری روابط اینجوری به ازای VGS های مختلف، و یه ناحیه بهش میگفتیم ناحیه خطی و یه ناحیه هم بهش میگفتیم ناحیه سچوریشن. توی دیوایس های امروزی و به ابعاد نانومتر که میرسیم، در واقع اگر فاصله خطا رو درست رعایت میکردن، باید در واقع اینا با قانون اسکویرلا زیاد میشدن فاصله اینا، اگر وی جی اس ها رو در واقع خطی زیاد میکردی، رابطه آی دی اس به حسب در واقع وی دی اس یکم در واقع حالا مثلا اینجوری تره، این روابط درجه دو کمتر درجه دو هن، و اینجا هم خطا شدیدن بیشتر شیب دارن هرچقدر دیوایس ها کوچیک میشن. حالا فرض کنید من یه خط رو در نظر بگیرم اینجا برای که شلوغ نشه، خب
یه همچین چیزی. دلیلش اینه که در واقع حداقل یکی از دلایل بیشمار دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که میدونید که اگر مثلا شما توی یک دیوایس بالک، در واقع دیوایس بزرگ، حتی قبل از اینکه به نانوسکیل بریسه، اگر سرعت دریفت رو بر حسب میدان ژنتیکی رست کنید، یه همچین منحنی خواهید داشت. در میدان‌های خیلی بزرگ اشباه میشه و مقدار در واقع سرعت اشباه، چون یه چیزی نزدیک سرعت دریفته، یعنی مثلا 10^7 سانتی متر پر سکند، و هر چقدر انرژی میدان بهش میده، ترمال داره دست میده، در واقع این حد ترمال سرعت انرژیه. و این توی میدان‌های به مراتب بزرگتر از مثلا 10^4 10^5 این ولت روی سانتی متر و زیر اون، این رابطه خطیه. ما در واقع دیوایس رو توی درس قبل در واقع توی این رژیم تحلیل کردیم و در واقع دیدیم این نمودار باعث میشه که در واقع شما اینجاهای منحنی که هستین، VDS های خیلی کوچیک، میدان های کوچیکه، شما میتونید از رابطه در واقع این که سرعت دریفت نسبت خطی با میدان الکتریکی داره استفاده کنید. تو دیوایس های امروزه شما وقتی VDS های بزرگ هستین، یعنی تو اینجا هستین، میدان خیلی خیلی میتونید در واقع این میدان رو حساب کنید به مراتب اینجاییم، یعنی 10^6 و ایناست، نزدیک 10^4 هم نیست، خیلی خیلی خوب تو نایه در واقع اشباه هست. شما همیشه اگر ساده میخواستم بگم دیوایس چجوری کار میکنه، دیوایس در واقع یه سری بار اینجا تشکیل میشد که بار در واقع این بار کانال، بار اینورژنی که در کانال تشکیل میشد، این بار اینورژن در واقع یه رابطه‌ای در واقع سی اینورژن بود، در هر چقدر VGS منهای VT داشتیم، در واقع این ولتاژ اووردرایومون میزان بار رو برامون درست میکرد. که حالا بار سمت سورس درین میتونه این سر و اون سر با هم فرق کنه که داستان یکم متفاوت میشه، ولی حداقل در VDS های کوچیک مثل اینجا میتونم بگم این Q اینورژن هم یک در واقع رابطه اینجوری یه جوری تابع VGS این کار میتونه حالا پیچیده هم باشه، ولی به این ترتیب من اگر باری که توی کانال هست و بدونم، میدان اینجا هم بدونم، میتونم حساب کنم که اینا با چه سرعتی دارن حرکت میکنن، چون که میدان تعیین میکنه سرعت حامل ها رو و یک رابطه خطی به اسم موبیلیتی بین میدان و در واقع چیز هست. به این ترتیب جریان درین هم میشه حالا یه نسبت WL داره که این میو افکتیو، باری که در واقع اینورژن اینجا جمع شده که خودش میتونه تابع در واقع VGS باشه در ولتاژ درین سورس. ولتاژ درین سورس از کجا اومد؟ در واقع ولتاژ درین سورس تقسیم به L داره میدان رو به من میده، که میدان ضرب در موبیلیتی داره سرعت رو به من میده. خیلی این خیلی بدیهیه، یعنی رابطه رو در این اوایل خیلی ساده میشه اینجوری نمیشه. تو اون بالا هم به این ترتیب میدونیم که همه دارن با سرعت حد حرکت میکنن، لذا شما کافیه در واقع میزان بارهایی که دارید و حالا کیو اینورژن رو ضرب در این سرعت سچوریشن کنید، میبینیم V100، و در یه W هم ضرب کنید، دیگه ربطی به میدان نداره، این نسبت WL که از میدان اومد دیگه هست میشه. تو این رابطه دقت کنید، این میو افکتیو که نمیشتم لزوما میو بالک نیست، و میدونیم حالا در واقع اینجا میو میتونه از میو بالک کوچیک‌تر باشه. این که کجا در واقع دیوایس لانگ هست، کجا شورت هست و باز تو درس قبل دیدید، ولی باز برای که یادآوری بشه من بذارید با یه رنگ دیگه که مشخص بشه اینو بگم. دقت کنید که تو حالت کلی میتونم بگم انگار سرعت دریفت مثلا تو راستای X، حالا اینو بگم X، تو راستای X متناسب میشه با، برای الکترون ها چون در واقع منفی میدان حرکت میکنن که منفی موبیلیتی الکترون ها که خودش تابع میدانه، میتونه تابع پیچیده بشه مثل اینجا، در میدان در جهت اکس. و از رابطه انیشتین میدونیم که نسبت ثابت نفوذ به موبیلیتی برابر با کیتی کیومه، که این برابر با 26 یا 25 خورده یا 26 میلی ولت. اگر شما مثلا دیوایسی دارید که موبیلیتی افکتیو الکترون هاتون یه چیزی هلوهوش 300
سانتی متر دور ولت سکنده، این به این معنیه که اگه تو رابطه انیشتن بذارید در دمای اتاق، دیتون حدوش 8 سانتی متر دور روی سکنده. و اینو دیدیم که ثابت دیفیوژن میتونیم تقریبا 1/2 وی دریفت یا وی ترمال در مینفری پد بنویسیم. اگر اینو بنویسیم و وی ترمال رو از دمای اتاق 3/2 کیتی، 1/2 وی دور رو 3/2 کیتی حساب کنید، در واقع تو رنج 10^7 سانتی متر پر سکند میشه. لاندایی که بهتون میده در هول و هوش مثلا 16 نانومتر میشه فکر کنم با این عدد. این به این معنیه که اگر در واقع طول دیوایسم به مراتب از لاندا بزرگتر باشه، من لانگ چنلم، و الا اگر ال حوالی لاندا باشه، من تو این رژیمی هستم که دیگه به این معنی مکانیزم دریفت دیفیوژن مکانیزم غالب نیست. توی تیکه اول یا کتاب آقای داتا ما راجع به اینا صحبت کردیم. داستان فقط به اینجا خط نمیشه، بلکه اجازه بدید من یک در واقع نقاشی از کتاب، از یک مقاله آقای فرانک تو IEDM بیارم خدمتتون. خب چیزی که خیلی وقت در واقع میدونیم اینه که این منحنی که به دست آوردیم در واقع برای بالک ماده است. در واقع شبیه سازی که آقای فرانک و دوستان در واقع این مقاله از IBM توی الکترون دیوایس میتینگ، دوباره اون کنفرانس مهمی که گفتم توی 1992 چاپ شده، اینجوریه که اگر من اول این بند استراکچر اینجا توضیح بدم، ببینید برگردیم یه یادآوری کوچیکی از این در واقع ماسفتمون بکنم. من اگر میخواستم بند استراکچر رو تو ماسفت رد کنم، فرض کنید که اینجا در واقع تراز فرمی سمت فرض کنید امپلاس و امپلاس این ور بود، این سمت سورس، اینم سمت درینه، و لبه های در واقع باند انرژی رو بذارید با یه رنگ دیگه بکشم، حالا یه ماده ای دارم که در واقع شدیداً ان تایپه، ماده ما میتونه شدیداً نان دیجنریت باشه و تراز فرمی حتی توی باند کانداکشن باشه. اینو در واقع توی درس تو کتاب قبلی دیدیم. و اینجا در واقع ماده این وسط پی تایپه و حالا اگه تراز فرمی شد، اینو دارم تو تعادل گرمایی میشم، تراز فرمیش با اینا تراز شده، و اگه تراز فرمی این بخواد اینجا باشه، ماده پی تایپ مثلا این شکلیه. حالا سعی میکنم پی تایپ با دوپینگ کمتر بکشم خدمتتون، مثلا یه جوریه. حالا فرض کنید این گاف انرژی رو درست کشیدم برای سیلیکون، و اگر بند اکسایچر در واقع تو این مقطع از سورس با درین بخوام بکشم، مثلا جای نایه تخلیه درست میشه، این سمت اینجا هم یه نایه تخلیه، این سمت درست میشه و این جوریه. به این ترتیب شما چیزی ندارید، در واقع الکترونایی که اینجا هستن مثلا نمایی توزیع شدن، تعداد خیلی کمی میتونن از این سد انرژی رد بشن و برن اون ور، که با تعدادشون با اونایی که از این ور میتونن بیان برابر، جریان کرکوف صفر، هیچ ولتاژی هم بین سورس و درین اعمال نکردیم. حالا اگه یه ولتاژی در واقع شما VDS اعمال کنی، تراز فرمی اینجا میاد مثلا اینجا، و حالا اینو با خطچی میکشم در اعمال ولتاژ شده، اعمال ولتاژ شده مثلا نمودارهای انرژیتون اینجوری میشن. حالا بعد از اینکه اعمال ولتاژ کردید باند کاندکشن باتر، حالا این نقاشی که اینجا میبینی لبه باند کاندکشنه، لبه باند کاندکشنه در وضعیتی که در واقع شما ولتاژ به درین اعمال کردید. حالا اگر ولتاژی به گیت اعمال کنید، کل در واقع پرفورمنس ماسفت اینجوریه که با اعمال ولتاژ گیت شما میتونید تراز فرمی اینجا رو ببرید پایین، یعنی این لبه رو میتونید بیارید پایین، این لبه رو میتونید بیارید. در حالتی که ولتاژ گیت اعمال شده، من حالا با سفید میکشم، اینجوری میتونید اینو در واقع کنترل کنید. خب اینجوری میتونید در واقع جریان که از اینجا رد میشه رو با تنظیم با ولتاژ گیت تنظیم کنید. حالا شما اگر در واقع رفتار آماری الکترون هایی که از اینجا ریخته میشن سمت از در واقع سورس ریخته میشن و سمت درین نگاه کنید، اینجوریه که در واقع انرژی جنبشی الکترون هایی که اینجا هستن، چون کانال خیلی کوتاهه، در واقع هیچ برخوردی نکردن، و اینا با فرض اینه که در واقع تو همین سیستمی که بنز بالکیه و بنز کافی بزرگه و دارن انرژیشون رو در برخورد با هسته از دست میدنه که بیشتر از ترمال انرژی نمیشه. اما اگر دیوایستون خیلی کوتاه باشه، میبینید که سرعت الکترون ها سمت درینتون میتونه مثلا چند برابر از این ویست هم بیشتر بشه. در واقع این حرفی که اینجا میزنیم هم باز خودش
جای بحث داره. و ولی حالا راجع به این صحبت کنیم، جریان همینه، یعنی درسته، حالا با یه در واقع تعدیلی جریان همین درسته. و مهمتر از اون اینه که شما وقتی دیوایستون خیلی کوچیک میشه، در واقع باید موج الکترون رو بررسی کنید و شاید این رفتار ذره‌ای در نظر گرفتن الکترون هم خیلی کار درستی نباشه. حالا ما در پایان درس به این نقاشی که اینجا کشیدم برمیگردیم و منظورم رو درست‌تر و دقیق‌تر میتونم بگم. در واقع این نقاشی هم اینجاست از سیمولیشن هایی که تو خود وبسایت در واقع نانو هاب، که در واقع این در واقع هر دو کتاب درسیمون و همه مطالب رو در واقع من از اونجا آوردم در واقع خدمتتون ارائه میکنم. خب اجازه بدید اگر توی درس در واقع کتاب قبلی دیدیم که این نانو ترانزیستورمون رو میتونیم اینجوری مدل کنیم، دو تا در واقع کانتکت سورس و درین که این در دمای مثلا T1 و موقعیت تراز فرمیش، اونجا می‌نویسم میو 1، من نوتیشن در واقع کتاب آقای در واقع لاندستروم با داتا فرق داره، این تراز فرمی همون EF1 می‌نویسه. حالا من سعی می‌کنم رعایت کنم، یادم بمونه که اینم EF2، حالا عادت کردیم با اون. لذا دوتا کانتکت اینجا بمون آمار الکترون ها رو میدن، یعنی یه F1 داریم اینجا که مثلا 1 روی 1 به اضافه E به توان منهای EF1 تقسیم به KT1 و به همین ترتیب یه آماری هم برای الکترون های اینجا داریم. و حالا یه چنل این وسط داریم که خاصیت چنل هم اینه که میتونم در واقع تعداد چنل های هدایتش رو بر حسب انرژی بدونم. ما اینو در واقع با دیتیل خوبی تو کتاب قبلی بررسی کردیم و یه ضریب رفلکشنی هم در حد انرژی حساب کنیم. اینو همون چیزی بود که حالا تو اون اتوبان اون نگار دور برگردون گذاشتیم. و حالا یک گیت هم این بالا گذاشتیم که تونست در واقع دنسیتی و استیت کانال رو با اضافه و کم کردن ولتاژ گیت انگار همش رو بتونیم ببریم بالا و بیاریم پایین. این کل فرایندی بود. این اختلاف تراز فرمی اینجا اونجا با اعمال ولتاژ در واقع به درین در واقع ایجاد میکردیم. اگر اینجوری باشه دیدیم جریان میشه یه همچین رابطه ای، حالا اینو بیشتر توضیح میدم، به این گفتیم در واقع رابطه آقای لاندو، اف سمت سورس منهای اف سمت درین دی. این داشت برامون جریان داده. این رابطه در واقع تست و رازیازمایی شده، یک مقاله آقای وان ویز داره در فیزیکال ریویو لتر 1988 که اگر کتاب آقای داتا رو نگاه کنید، کتاب آقای لاندستروم رو نگاه کنید در واقع دیتیلشو داره که چطور یه در واقع کانتکتی برقرار شده، یه چنل خیلی کوتاه. این چنل حالا یه توضیح هم داره، عرض کانالتون انگار میتونید با تغییر میدان مغناطیسی در واقع کنترل کنید و حالا اندازه بگیرید مقاومت چنلتون رو، در واقع کانداکتنس یا مقاومت چنل، دیدن که به ازای ارزای خیلی کوتاه در واقع این خاصیت پله پله ای رو داره و فاصله هر کدوم از اون دو پله ها 2Q2H باره و در واقع تعداد چنل های هدایت در این همین ترانسمیشن این داره کانداکتنس کل رو تعیین میکنه. این مشاهده هم شده، این گفتم یه پیپر 1988. چیزی که در واقع تو این درس میخوام خدمتون بگم اینه که برگردیم این نقاشی قبلی، میشه نشون داد که اگر شما این میو افکتیوی که اینجا هست و این میو افکتیوی که اینجا هست رو به یه رنگ دیگه با یه چیزی به اسم در واقع میو اپرنت، میو ظاهری جایگزین کنید، که این میو ظاهری یک کمی از میو افکتیوی که تو چنل لانگ دارید بزرگتره و فرایند حرکت بالستیک ادواتتون هم مدل میکنه. در واقع این رابطه که اینجا دارید یه رابطه شبیه رابطه متایزن روله که برای قبلا هم دیدید، یعنی اگر انتا پدیده اسکترینگ داشته باشید میو یک میو اون حاصل میشه جمع یک میوها. اگر اینو با این جایگزین کنید در واقع میو افکتیوتون رو، اینجوری بگم که میو افکتیو تو این رابطه که هم برای همون رابطه درس قبلم توی شو چنل داشتیم با میو اپرنت جایگزین کنید، شما ادوات نانوتون هم میتونید در واقع
شبیه سازی کنیم. و اگر این وی در واقع سطحی که اینجا داریم که از این اومده و میدونیم که حالا اینجا داستان داریم، اگر با یه چیزی جایگزین کنید که یه نسبتی از در واقع به جایی که سرعت در واقع سچوریشن باشه، سرعت اینجکشن این الکترونایی است که اینجا اینه که تعیین میکنه، حالا ببخشید اینه که داره تعیین میکنه که حالا جریان چقدره. اگر این سرعت اینجکشن رو جایگزین با این VD سد کنید، سرعت اینجکشن در واقع بالستیک رو درسته. فقط یک ملاحظات اینجا هست که اینکه چقدر از اینا وسط راه برمیگردن، یک در واقع ذریب رفلکشن اینجا وارد داستان میشه، یک اون ذریب رفلکشن در واقع ذریب رفلکشن تو نایه سچوریشن در واقع یه همچین شکلی وارد میشه که اگر در واقع ذریب ترانسمیشن بخشه، ضریب ترانسمیشن تون اگه یک باشه باید تأثیری نداره، اینجوری به اینقدر نسبت کاهش میده. خب این در واقع من چیزی که در واقع در پایان دو سه هفتهی که تا پایان ترم داریم این کتاب رو میخونیم قراره در واقع به این برسیم. این چیزی بود که میخوام بگم که قراره چیکار کنیم. دقت کنید که من خیلی وقتا حالا ترانزیستورمون در واقع این شکلیه، یه بالک هم اینجا داریم. من حالا چه توی در واقع درس قبلی اصول ادوات چه اینجا حداقل خیلی وقتا این بالک رو نمی‌کشم. دلیلش اینه که توی دیوایس‌های امروزی خیلی وقتا به اون معنی که حالا تو کتاب‌های قدیمی‌تر هست بالک وجود نداره. مثلا اینکه شما احتمالاً اسم رو شنیدید، سیلیکون آن اینسولیتور دارید و یا بهتر بگم فولی دیپلیتد SOI دارید و توی اونا در واقع یه لایه خیلی نازکی از نیمه هادی روی یک لایه در واقع سیلیکان قرار گرفته، سورس این وره، درین این وره و حالا با یه فاصله گیت اینجا قرار گرفته. به این ترتیب شما در واقع اصلا بالکی ندارید که در سیسی داشته شد. و یا توی فینفت ها، توی فینفت در واقع باز شما یک لایه مثلا اکسید دارید، حالا من مجبورم اینو سه بعدی بکشم، حالا پس کنید این اکسیده روی این اکسیدتون شما میایید اینو با اینجا سیلیکانه، مثلا این سبزا سیلیکانه، یه لایه نازکی از سیلیکان درست میکنید و یه فینی هم روی این سیلیکانتون میتونید روش بدید. این فین مثلا یه چیز شبیه دوم ماهی معنی اونم میده، اینجوری روش روش بدید. حالا دوباره یه اکسید گیت روش بذارید و یه گیت، این آبی که اینجا گذاشتم گیته، یه گیتی هم باز روی این با یه فاصله بتونید روش بدید اینجوری. و حالا مثلا این سمت رو بگید سورس، این سمت درین و حالا این کاناله. و عملا باز شما اینجا بالکی ندارید، یعنی مثلا کنترلی برای در اختیار داشتن بالک ندارید. عملا دیوایس های امروزی واقعا MOSFET یک دیوایس چهار سر نیست، عملا یک دیوایس سه سره و کاملا هم قرینه، یعنی اگر NMOS باشه اون که تو ولتاژ بالاتر قرار گرفته درینه و اگر PMOS باشه برعکس. خیلی خوب، ما حالا در واقع این چیزی که این تکنیکی که ما تو این درس یاد میگیریم نه تنها برای در واقع MOSFET، برای تمام دیوایس هایی که با سطح ولتاژ در واقع کار میکنن، مثل در واقع همین SOI Fully Depleted SOI، FinFET، HEMT یا MOTFET اگر چی نوشید، High Electron Mobility Transistor، JFET، BJT یا BJT های Heterojunction، همه اینا در واقع بند استراکچر رو تعیین کنه. این متد در واقع کار میکنه. برای همین بازم تاکید میکنم این فقط برای یک کیس خاص نیست، یه در واقع ابزاری هست که میتونه اپلای بشه به خیلی چیزا. برای دیوایس های مثلا اسپین فت یا چیزای اینجوری یا ادواتی که تو رژیم دیگه کار میکنن، اصطلاحا بیاند سیماس تکنولوژیز گفته میشه، برای اونا در واقع کلا متد یه چیزی دیگه است. هرچند که اون چیزی که در واقع دانشی که از کتاب آقای داتا داریم برای همه داره کار میکنه، ولی این قسمت دوممون در واقع این کتاب رو داریم در واقع با تاکید به
حالا ماسفت های امروزی بهتر بگم، حالا مثلا هر تکنولوژی سی ماس که امروز استفاده میشه که شامل در واقع SOI یا فولی دیپلیتد SOI و فینفت هم میشه، در واقع این شامل میشه. یعنی داریم اینا رو تو این درس خاص بررسی میکنیم که احتمالا نزدیک در واقع 90% در واقع تکنولوژی صنعت نیمه هادی امروز از لحاظ حجم در واقع پول اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم. خب نه، حالا اینو اشاره کردم فینفت اینجا یا SOI فولی دیپلیتد، فقط باز خواهش می‌کنم اون درس های ترم ویدیوهای ترم قبل که مرور میکنید یه چکی بکنید که مثلا چرا ما دیوایس فولی دیپلیتد داریم. فکر کنید، اونجا نگفتم ولی فکر کنید، یعنی دیوایس ها هرچه کوچیک و کوچیک‌تر میشن اگر بخوان در واقع ولتاژ ترشولدشون با در واقع دوپینگ بالک تنظیم بشه باید یون بکنیم و کاشت یون باعث میشه که رندوم دوپن فلکچویشن بین دیوایس همون داشته باشیم و تو دیوایس های امروزی در واقع اون قسمتی که کاناله در واقع فولی دیپلیتد، یعنی فرض کنید یه ماده اینترینزیکه، هیچی دوپینگ نداره و الکترون حفره‌هاش از یه جای دیگه داره تامین میکنه. یعنی تو همین فینفتی که اینجا گفتم یک لایه خیلی دوپ شده باید اینجا قرار بدیم، اینجا رو خیلی دوپ میکنیم، ولی اینجایی که داره در واقع جریان ایجاد میشه حالا با اعمال ولتاژ مثبت یا منفی به گیج، شما میتونید در واقع الکترون های مثلا اضافه از اینجا رو بیارید توی کانال و در واقع اینورژن و بار اینورژن لازم رو اینجا تشکیل بدید یا تخلیه کنید یا هر کاری دیگه، یه الکترون فلو رو برای برتر دید. اینو باز میبینیم، ولی اینو گفتم برای که در واقع بعضی از در واقع فاندامنتال لیمیت هایی که دیوایس های دیروزی داشت و این ساختارهای اینجوری در حل میکنه. توی IDM امسال در واقع یه پیپری IBM و سامسونگ با هم دارن، یه فکران جداگانه دارن، حالا رفرنسشو خدمتون میگم، که در واقع این فینفت رو در واقع به یه شکل در واقع وی شکل معکوسی اینو کشیدن و یه ادوانتیج هایی نسبت به این داره. برای همین ما کم کم که نزدیک به پایان درس میشیم میتونیم دقیقا راجع به تکنولوژی امروز صحبت کنیم و حالا خواهش میکنم توی در واقع جلسات و کلاس اگه سوالی دارید در این زمینه یا مقاله چیزی دیدید حداقل بیارید با هم یه مرور رو بکنیم و در واقع یکم از این حالت یه طرفه خارج بشه و شاید جذاب تر شه. خیلی چیزی که یادآوری میخوام بکنم اینه که کاری که توی در واقع تمام درسامون کردیم این بود که ترانزیستور رو برداشتیم و گذاشتیم توی جعبه اینجوری به صورت یک مدار تو پورت، اومدیم در واقع بلک باکس اینجوری جعبه سیاه نگاه کردیم که کاری نداشتیم مثلا توش چیه، مشخصه پورت در واقع خروجی و مشخصه انتقالی براش کشیم، یک ترانسفر کرکتریستیک نوشتیم که حالا اگر اینو درین، اینو سورس بگیرم، اینو گیت بگیرم، در واقع ترانسفر کرکتریستیکی که براش کشیدم این شکلی بود که جریان پورت خروجی رو به ازای ولتاژ پورت ورودی میکشیدم، اینم به ازای احتمالاً VDS های مختلف یا فیکست VDS، حالا این VDS میتونه در واقع عوض بشه، این بهش میگفتن ترانسفر کاراکتریستیک. یا آوتپوت کاراکتریستیک میتونستم بکشم که آوتپوت کاراکتریستیک در واقع جریان پورت خروجی بود به ازای ولتاژ پورت خروجی، این معمول ترین در واقع منحنی هست که برای دیوایس میکشیدیم، اینم به ازای مثلا یه VGS معلوم، در واقع این بهش میگفتم در واقع آرایش کامان سورس این دیوایس هم. و اگه برگردیم دوباره یک بار دیگه منحنی رو من بکشم، مثلا فرض کنید من آوتپوت کاراکتریستیک رو یک بار دیگه میخوام بکشم، چون اگه بتونم فیکس کنم که خیلی خوب جریان IDS رو میخوام خدمتون برای جریان IDS رو به حسب VDS بکشم دیگه.
اینجا در واقع منحنیمون دیدیم یه شکلای مثلا این شکلی داره. یه ناحیه در واقع لینیر دارم، یه ناحیه سچوریشن. تو ناحیه لینیر خیلی اسم بدی هم نیست براش، در واقع یک رابطه نسبتا خطی بین در واقع ولتاژ و جریان پورت خروجی برقراره که این در واقع عکس رزیستنس، این شیب خطه که اگه اینو برعکس کنیم انگار یه رزیستنس تابع VDS دارید، تابع بخشی VGS دارید. اگه VGS رو عوض کنید در واقع مقاومت های مختلفی میگیرید، اما اینجا در واقع انگار یک رزیستنس دارید. برای همین این انگار اینجا رو دارید با یک در واقع مقاومت مدل میکنید. اینجا چی؟ اینجا اگر از شیب خط صرف نظر کنم و اینو با یه اینجوری تقریب بزنم، انگار اینجا اگه مدل مقاومت بود، اینجا انگار مدل یک منبع جریانه. هرچند شبیه همه منابع جریانمون، خب منبع جریان ایدئال نیست و یه مقاومت خروجی هم داره و حالا برمیگرده با در نظر گرفتن اون مقاومت خروجی، انگار یک منبع جریانه در واقع نان ایدئال دارم تو ناحیه سچوریشن. و این به ازای در واقع یه VGS 1ه، مثلا VGS 1. حالا اگه VGS رو از VGS 1 کمتر کنم مثلا اینجوری میشه، اگه بیشتر کنم اینجوری میشه، VGS بزرگتر از VGS 1 و VGS کوچکتر از VGS 1. این تا وقتیه که در واقع VGS هنوز از ولتاژ ترشولد بزرگتره. به ازای تمام VGS هایی که از ولتاژ ترشولد کوچکترن، کلی منحنی اینجا داریم که منحنی های در واقع ساب ترشولد بهشون میگیم، که تو این اسکیلی که من اینجا کشیدم در واقع دیده نمیشن. حالا این اسکیل رو عوض میکنیم و تو اسکیل دیگه هم با دقت بیشتری بهش نگاه میکنیم. این در واقع این آوتپوت کاراکتریستیک بود که معمولا میکشیم. حالا اگر ترانسفر کاراکتریستیک رو میکشیدم که در واقع رسم جریان IDS به ازای VGS، باز اینو میتونستم تو VDS های خیلی کوچک نگاه کنم که تو ناحیه در واقع لینیر باشم تضمین کنم، و یا اینکه اینجاها باشم. حالا بذارید اول بذارید یک VDS خیلی کوچک بکشیم، این VDS 1 مثلا کوچیکه. اگه بذارید VDS 1 کوچک بکشیم، این پاک کنم مثلا VDS 1 کوچک بکشم، مثلا تا یه جایی که خاموشه، خب به آستانه نرسیده، روی این خط دارم حرکت میکنم، از یه جایی به بعد در واقع میبینید که شروع میکنه روشن شدن. بذار VDS. و اگر به جای در واقع VDS بزرگ شروع کنیم بکشیم، مثلا این ناحیه سبز اینجا، جریان هم یه شکل دیگه داره. خب اگه درست نقاشی رو بکشید، میبینید که آستانه روشن شدن سبز با آستانه روشن شدن زرد یک کمی متفاوته. در واقع مثل اینه که ولتاژ ترشولد در واقع خودش وابسته به VDS، بگم VDS 2، یا به عبارت دیگه یه VT دارم برای ناحیه لینیر، انگار یه VT دارم برای ناحیه سچوریشن. حالا اینو روی در واقع منحنی دیگری که اینجا داریم اینو خدمتتون توضیح میدم. خیلی وقتا توی دیوایس های لانگ چنل به جایی که آیدی رو بر اساس VGS بکشن، رادیکال آیدی رو بر اساس VGS میکشن که این خط بشه و از در واقع امتداد این خط، حالا اگه رادیکال باشه، از امتداد این خط با این ادامه این خط و از ادامه این خط، یعنی مماس دو خط رس کنید و برسید به این در واقع VT لینیر و VT سچوریشن رو اونجوری اونجا میتونیم پیدا کنیم. اما دلیل این که VT لینیر و VT سچوریشن چرا با هم فرق داره، یه پدیده هست که باز اینو تو درس قبلی اینا دارم یادآوری میکنم، پدیده هست به اسم Drain Induced Barrier Lowering. من خواهش میکنم که دوباره اینا رو یه هومورکی میدم که در واقع تمام اون چیزی که لازم دارم از درس قبل در واقع خاطرتون باشه رو یه مروری بکنم. اگر به جایی که من در واقع IDS رو برس VDS رس کنم، اگر میومدم در واقع لاگ
حالا لاگ مبنای ده مثلا IDS رو بر حسب VDS رفت میکردم، اونانی اون ببینید چجوری میشد. به ازای در واقع مثلا VD100، یه جایی VD100، مثلا یه جایی به ازای VD های بالاتر از VD100 که این منحنی که در واقع رابطش هر شکلی هست، درجه دو هست، اونجا دیگه تغییری نداره. و ببخشید من اینو میخواستم بر حسب ببخشید تو این ادامه این بود، ادامه این بود که برای اینجا میخوام در واقع این نواحی ساب ترشولد رو میخوام بکشم. VGS فرض کنید الین کشیدن این که هیچ فایده ای نداره. من این منحنی رو میخواستم جریان های در واقع IDS و ساب ترشولد هم بتونم رسم کنم. پس منحنی که رسم کردیم ترانسفر کاراکتریستیکمون رو به جایی که این اینه در واقع محور عمودیمون رو لینیر بکشیم، لاگ کشیدم و بالای ولتاژ ترشولد تقریبا این رابطه در واقع درجه دو وقتی ال ان ازش میگیرید یک منحنی نسبتا صاف و ثابتیه تقریبا. بیش بنده که هم داره ولی که چیز نشه، ولی زیر در واقع ساب ترشولد من این منحنی قبلی رو بیارم زیر ساب ترشولد، اتفاقی که میفته اگر زیر ساب ترشولد باشه شما با تغییر ولتاژ گیت به صورت نمایی این تعدادی که از اینجا میتونن ردشن رو دارید عوض میکنید، لذا قاعدتا انتظار داریم یک تابعیت نمایی داشته باشه، جریان از VGS یا لاگ جریان از VGS رابطه خطی داشته باشه. و این منحنی است که در واقع اینجا بهمون میده. و در واقع من یه چیزی برای دیوایس، اولا وقتی توی مدار قرار میگیره شما یک بیشترین ولتاژ دارید که بهش میگیم VDD. اگر VDSتون برابر با VDD باشه، اینو با قرمز میکشم که جدا بشه، اگر VDSتون برابر با VDD باشه و VGSتون هم برابر با VDD باشه، یک نقطه میرسید که بیشترین جریان ممکنه دیوایستونه، به این میگم IAN. اگه بخوام IAN رو روی این منحنی اینجا نشون بدم، این همون در واقع VGS برابر VDDه و فعلا فرض کنید VDS هم برابر با VDDه، این منحنی رو به ازای VDS برابر VDD کشیدم، این نقطه IAN. یه نقطه دیگه ای روی همین منحنی دارم که VGS هم صفره اینجا، به این ترتیب این IAN که اینجا من اینو روی منحنی نمیبینم، این صفره. با یه رنگ دیگه ای مشخصش کنم، آبی میکشم که این آبی IAN. به اینم گفتم IAN و IAN هم توی منحنی کاملا قابل محاسبه کردن و در واقع به دست آوردنه توی منحنی که اینجوری کشیدم. خیلی دقت کنید که من برای که این جریان تو این ساختاری که اینجوری دارم نسبت مستقیم IAN نسبت مستقیم داره، پاک کنم با رنگ سفید بکشم، IAN هم نسبت مستقیم با عرض در واقع ترانزیستورم داره، من برای که یه ترانزیستور بگم چقدر جریان دهیش خوبه یا بده باید یه معیاری داشته باشم، اون معیار در واقع IAN و در واقع اون چیزی که راجبش صحبت میکنیم آیه درین سورس یا IAN در واحد طوله که این دیمانسیون که برش استفاده میکنیم ماکرو آمپر روی در واقع ماکرومتره که برای دیوایس امروزی این عدد هولوش یکه، یعنی هر یه ماکرومتر یه ماکرومتر عرض دیوایس یک در واقع ماکرو آمپر داره جریان بمونده. درسته دیوایس های امروزی عرضشون ماکرومتر نیست، مثلا چند ده نانومتره در واقع، ولی این نسبت IDS به W در واقع تو این رنجه. این یک مشخصه مهمه دیوایسه، یعنی یه چیزی که برای دیوایس لازم دارم. اینجا میمیسم مشخصات مهمه در واقع ترانزیستورم، یکیش در واقع IAN این چیز کرد اینجا و در واقع دیمانسیونش احتمالا ماکرو آمپر روی
ماکرومتری با این زبان بیانش. یکی دیگه آیه آفه، و یا بهتره بگم نسبت آیه آن به آیه آف. این فاکتور مهمیه علاوه پرفورمنس دیوایس. دوست دارم آیه آنم خیلی بزرگ باشه، آیه آفم خیلی کوچیک باشه. دارم میگم باز اون چیزی که راجع به فیزیک ترانسفور میگیم بیشتر از اون که ترانسفور به عنوان یک دیوایس، در واقع دیوایسی که داریم توی یک مدار آنالوگ ازش استفاده میکنیم باشه، در واقع همه در واقع کتابای دیوایس این اپروچ دارن به عنوان یک در واقع دیوایسی که داره توی در واقع مدار دیجیتال استفاده میشه در واقع نگاه میکنیم، چون چیزی که داره لیمیت تکنولوژی رو مشخص میکنه در واقع اون پروسسینگ پاوریه که توی یک سی پی یو شما دارید و اونجا داره این ترانزیستور ماسفتتون به عنوان یه سویچ عمل میکنه. و به این معنی این جزء پارامترهای مهمه، نسبت آیه آن به آیه آف. و اگر اینو بگیرم، اینجا رو بگیرم ولتاژ ترشولد، این چیزی که اینجا روی منحنی مشاهده میکنید اینه که این آیه آف رو داره در واقع شیب این خط مشخص میکنه. شیب این خط رو در واقع یک روی شیب این خط رو بهش میگم ساب ترشولد سوینگ. پس یه پارامتر دیگه ای داریم به اسم ساب ترشولد سوینگ، پرانتز میمیسم ساب ترشولد سوینگ، که در واقع معیارش چیه؟ معیارش یا در واقع دیمانسیونش میلی ولت پر دیکید، و بیان میکنه که هر یک ده افزایش، ده برابر کردن ضرب در ده کردن این یک خونه تو محور لاگ، دقت کنید یک خونه تو محور لاگ، هر ده برابر شدن این جریان مستلزم چقدر افزایش توی در واقع وی جی اسه. چند میلی ولت افزایش بدید چند دهه جریانتون زیاد میشه، که میدونید باز از درس قبل این یه حدی داره، کمترین مقدار ساب ترشولد سوینگی که میتونید داشته باشید 60 میلی ولت پر دیکید. یعنی که مثلا اگه بخواید نسبت جریان آیه آن به آیه آفتون، آیه آن با این جریان اینجا تقریب بزنم، آیه آن به آیه آفتون حداقل در واقع 10^4 باشه، شما حداقل یه ویتی لازم دارید که 4/60 میلی باشه. 10^4 عدد کمیه، لذا یه حد پایین رو مقدار ولتاژ ترشولد دیوایساتون میذاره. یعنی شما ولتاژ ترشولد دیوایساتون به این دلیل نمیتونه کم بشه، مگر اینکه در واقع مکانیزمی استفاده میکنید در واقع تکنولوژی سیماس نباشه، مثلا دیوایسی باشه که احتمالاً ممکن اسم اینا شنیده باشید، بر اساس مثلا تانلینگ عمل کنه یا هر مکانیزم دیگه‌ای که باز در پایان درس باز اشاره میکنم که دیوایس های بیان سیماس معمولی چجوری میتونن به ساب ترشولد سوینگ های زیر 60 میلی ولت پر دیکید برسن. شما اگر یک دیوایسی بتونین اختراع کنید که شیب این خط، یک روی شیب این خط از 60 میلی ولت پر دیکید کمتر باشه، در واقع مستحق اخذ یک جایزه نوبل خواهید بود. حالا با شوخی و کمی اغراق دارم میگم، ولی کار بزرگیه. خب این تو خاطرتون باشه. یکی از پس مشخصات دیوایس این ساب ترشولد سوینگ، شاید این مشخصه دیوایس مهمترین مشخصشه. یعنی اگر بگم یک ترانزیستور چه ترانزیستوری خوب است، اگر به این سوال جواب بدیم چه ترانزیستوری خوب است و انت پارامتر مختلف داشته باشه، احتمالاً از همه اونها مهمتر همین مشخصه ساب ترشولد در واقع سوینگشه، چون اگر این عدد کمی باشه اون وقت میشه بقیه مشکلات رو حل کرد، ولی اگر این عدد کمی نباشه گرفتاریم. و حالا جلوتر باز راجع به در واقع پاور دیسیپیشن توی در واقع کارکردهایی که ترانزیستور توش استفاده میشه یه توضیح در واقع مختصری میدم و یه یاداوری میکنم. دقت کنید من این در واقع منحنی که اینجا کشیدم، آها روی منحنی دوباره یه پارامتری هم که اینجا داریم، حالا اپلیکیشن های آنالوگ احتمالاً چیزی که شما اینجا براتون مهمه این یک روی آر او، لذا یه پارامتر در واقع آر او و اینو بگم آر آن در واقع هر دو اینا مهمن. آر او چرا مهمه؟ چون که شما دیده بودید که مثلا گینی که این مدار بهتون میده تو اینجا جی ام آر اوه،
اگر اینجور توی آرایش مثلا اکتیو لود استفاده کنید، جی ام آر رو در واقع گینی هست که بهتون میده. لذا باز چون ترانزیستور رو داریم در واحد طول بهش نگاه میکنیم، دیمانسیونی که برای آر او داریم در واقع اوهم ماکرومتره. در واقع دقت کنید، به ازای اگر، یعنی اگر دبلیو یه ماکرومتر بود چه آر او میداد، و جی ام مون هم در واقع ماکرو زیمنس روی ماکرومتره، میخوام درست تر بگم، که این در واقع دلتا آی دی اس به دلتا وی جی اس، و آر او در واقع یک روی، اگر آر او رو بخوام تعریف کنم، آر او معکوس دلتا آی دی اس روی دلتا وی دی اس. خیلی خب، این پس پارامترهای آر او، و حالا بهتر یه جی ام هم اینجا پس اضافه کنم. اینا پارامترهای مهم دیوایسمون هست. آر او، آر آن و جی ام شاید بیشتر در واقع برای کاربردهای در واقع آنالوگ مهم باشه. بقیه اونا این مفاهیمی که اون بالا گفتم شاید برای کاربرد دیجیتال خیلی مهم باشه. خیلی یه مفهوم دیگه از که بسیار اونم مهمه، درین ایندیوس بریر لوورینگ، که باز دیمانسیون اینا اگه بخوام بگم میلی ولت روی ولته. و اون چیه؟ اون اینه که من دقت کنید، من تو این منحنی اینجا ولتاژ ترشولد رو در واقع براتون تعریف نکردم، یه جایی رو نوشتم ولتاژ ترشولد. ولتاژ ترشولد رو البته برای که نقاشیم خوشگل تر بشه بذارید اینو پاک کنم اول، اون ترتیبی که باید بگم مطالب رو. تا ولتاژ ترشولد رو میتونیم اینجوری تعریف کنیم، یک روش تعریف ولتاژ ترشولد اینه که شما یک سطح جریان در واقع دل بخواهی رو تعیین کنید و بگید جریانم اگر زیر این بود، در واقع دقت کنید جریان که دمی ساعت کنیم همون ماکرو آمپر رو ماکرومت، اگر زیر این بود بهش میگم دیوایس خاموشه، بالای اون جریان بود میگم روشنه. پس از اینجا اتوماتیک با تعریف اون در واقع آی صفری، مثلا یه آی صفر اینجوری تعریف کردم، شما آی وی تی اگه بخوام بگم وی تی تون تعریف میشه. لذا از این دوتا ولتاژ چه شد، این چیزی که من الان توی نقاشی کشیدم در واقع وی تی، این وی تی سچوریشنه، وی تی 100. حالا اگر این خطی که اینجا کشیدم بذاری وی دی اس مساوی با وی دی دی، اگر وی دی اس تون خیلی کم باشه، معمولا عدد خیلی کم در واقع 50 میلی ولت اختیار میشه، یعنی 0.05 در واقع دو برابر انگار ترمال ولتاژ اگر بخوام اینجوری بگم. اگر به ازای این همین منحنی رو رسم کردیم دیده بودیم که جریان ها کمتر بودن، به ازای هر وی جی اس خاصی اگه نگاش میکردید وی جی اس کوچیک‌تره، جریان کمتری بهتون میداد، جریان کمتری بهتون میداد، و این منحنی مثلا این شکلی میشد، این منحنی مثلا از اینجا شروع میشد و بعد این شکلی میمد پایین، هم آیا آن کمتری بهتون میداد هم آیا آف کمتری، و حالا ولتاژ ترشولد در واقع ناحیه لینیرتون این میشد. این مقدار شیفتی که تو ولتاژ ترشولد دارید دیبله، و تعریفش اینه، در واقع میشه انگار وی تی 100 منهای وی تی لینیر تقسیم به در واقع وی دی دی منهای 50 میلی ولت، و تقریبا با همون وی دی دی میتونید برابر بگیرید، وی دی دی منهای حالا 0.05. یعنی چه تغییر، این تعریف دیبله، و این مقدار شیفتی که اینجا داره، و دیمنسیونش هم چون عدداش هولوشه، مثلا این تغییر اینجا خیلی کمه، کمتر از این ولتاژ، مثلا ولتاژ اینجا رو 1 ولت که عوض کنید ولتاژ اون مثلا چند میلی ولت ولتاژ ترشولدتون بسته به تغییر ولتاژ وی دی اس تون عوض میشه. لذا این تعریف دیبله. این از کجا میاد؟ از اینجا میاد که باز توی این سطح ولتاژی که اینجا کشیدم، شما هر چقدر ولتاژ اینو عوض کنید میتونه اندکی این سطح آستانه اینجا رو عوض کنه، در واقع روی این خط زردی که اینجا کشیدم و یه بار دیگه اگه نقاشی بکشم، این خط لزوما با این خط زرد قبلی اون پیکش برابر نیست، لذا تعداد الکترونایی که میتونن رد شن هرچند خیلی کم، ولی اندکی تحت تاثیر ولتاژ درین هم قرار میگیرن. و باز دیوایس خوب دیوایسیه که این درین ایندیوس بریر لوورینگشو تا جایی که میتونیم کم کنیم، به عبارت دیگه کنترل در واقع جریان دوست دارم کاملا در اختیار در واقع کی باشه، در اختیار گیت هم باشه، نه در اختیار
در واقع درینم. خیلی خوب، این فکر کنم تمام در واقع نکات مهمی که در واقع اون پارامترهای مهمی که تو دیوایس بود و گفتم. حالا اجازه بدید در واقع تو صفحه بعدی بیایم نگاه کنیم ببینیم، باز کنم، بیایم نگاه کنیم ببینیم دیوایسمون توی مدار در واقع چه شکلیه. شما چیزی که دارید عملا این که فرض کنید، حالا ساده ترین در واقع چیزی که میتونم توی تکنولوژی سیماس بسازم یه گیت نات. بذارید گیت نات رو با هم در واقع یک بار مرور کنیم و ببینیم این چجوری کار میکنه. شما میتونید در واقع مشخصه ببینید که وی اینتون وی جی اس در واقع ان چنلتون با همون وی این برابره و ولتاژ گیت سورس پی چنلتون در واقع برابر با وی این منهای وی دی دیه. به این ترتیب میتونید در واقع این دوتا رو روی یه منحنی بکشید. یعنی اگر مثلا کاراکتریستیک های ان ماستون رو، من ان ماس رو با دورش قرمز بکشم، ان ماستون مثلا اینجوری باشه، میتونید کاراکتریستیک پی ماس هم بردارید روی میشه. این جریان در واقع آیدی ان ماستون، میتونید در واقع جابجا کنید آیدی پی ماستون رو بردارید روی این بکشید. حالا با یک جابجایی دقت کنید، وی این که زیاد میشه وی جی اس این کم میشه. حالا این قدر مطلق کشیدم ولی یه منها هم که تغییر میکنه و یه سری منحنی های اینجوری دارید. حالا میتونید ببینید که به ازای در واقع وی این های مختلف روی کدومی که از این خطای زرد این رو کدوم از خطای قرمزید و تقاطع اینا تعیین کنه که وی آر چیه. اینو تو مدار منطقی همه چی انجام دادید و دیدید که در واقع یک منحنی اینجوری بهتون میده. تا یه جایی به ازای وین های کوچیک در واقع انماس خاموشه و پیماس در واقع انماس خاموشه روی این خطی، مثلا این جایی. بعد یه جایی اون یکی تو نایه خطی اون یکی اشباهه، یه نایه خیلی کمی هر دوتا اشباهن، دوباره این یکی وارد خطی میشه اون یکی اشباه میشه و یک نایه دیگه هم اینجا دارم میگه اینو بگم A که روی این منحنی اینجا، بی هم میشه اینجا که این دفعه دیگه در واقع روی این خط اینجا داریم حرکت میکنیم، در واقع ان چنلمون روشنه ولی وی دی اس اش صفره و پی چنلمون خاموشه. بعد میرسیم اینجا، لذا اگر وی انتون رو از صفر تا وی دی دی عوض کنید، وی اوتتون به این ترتیب از وی دی دی تا صفر در واقع داره عوض میشه. یک ناحیه‌ای که خب همه خاموشن تا اینجا این ناحیه که آشور میزنم یه دفعه پی چنل خاموشه یه دفعه این چنل. بر همین این نوع در واقع ساختار گیت که تو نایه استاتیک یا این دیوایس خاموشه یا اون دیوایس خیلی خوبه، بلکه کمک میکنه که پاور استاتیک نداشته باشی در حالت ایدئال. یعنی اگر آیا آف هم صفر بود، اگر آیا آف صفر بود، اون وقت پاور استاتیک پاورم صفر میشد. به صورت سنتی اصلا به این دلیل تکنولوژی سیماس مهمه که در مقایسه با همین گیت رو اگه میخواستید در واقع با بی جی تی بسازید، یه بار با بی جی تی هم در واقع تصور کنید و بسازید و ببینید اونجا حتما یه استاتیک پاور دارید و صفر نیست. به این دلیل تکنولوژی سیماس ادوانتیجش به صورت تاریخی 60 سال پیش نسبت به در واقع بی جی تی این بود که لو پاور بود. اون موقع با همون تکنولوژی 60 سال پیش حتی تا 40 سال پیش به مراتب کندتر بود. یعنی همیشه میگفتن مثلا تکنولوژی ماس کنده ولی پاورش کمه. امروزه انقدر این ترانزیستورها کوچیک شدن که دیگه کندم نیست. حالا جلوتر یکم راجع به اسپیدم صحبت میکنم و نشون میدم چرا اسکیلینگ باعث میشه که هی سریع و سریعتر بشه. ساده ترین در واقع جزئی که با یک در واقع نات میشه ساخت یک حافظه اسرم. اینجوری شما مثلا دو تا نات اگه دنبال هم ببندید در واقع یه اسرم میسازید که اگه منحنی مشخصه این و اون رو بر اساس ورودی خروجی رسم کنید، مثلا یکی ورودی خروجی اینه این شکلی، اون یکی ورودی خروجیش این شکلیه. لذا اینو باز توی درس مدار منطقی حالا جاهای دیگه دیدید، اینجا دو تا پنجره باز میشه که یکی نوز مارجین های رو براتون تعریف میکنه، یکی نوز مارجین لو. یا اینجوری تعریف میشه نوز مارجین، یا دو جا هست که در واقع شیب این خط یک، فاصله اینجا که شیب خط یک تا اینجا و فاصله این تا اینجا رو حالا بس بگه چه
در واقع تعریفی از نویز مارجین داشته باشه، اون تعریف در واقع اون مربعه تعریف احتمالاً عملی تریه و این داره تعیین میکنه که این در واقع ترانزیستورتون، این دیوایسی که باید ساختید دیوایس شبیه ایدئالی هست یا نه. حالت حدی در واقع این رابطه آی وی که ما مد نظرمونه اگر اینجوری بود این ایدئال بود، یعنی یه نات ایدئال این بود که دقیقا روی وی دی دی دوم سویچ کنه و به صورت پله‌ای هم در واقع این کار انجام بده، مشخصه ویو برس وینش اینجوری باشه. ولی چیزی که ما داریم در واقع این نویز مارجین های لو با این نقاشی در واقع دقیقاً ویدیدی دوم میشد. اگر اینو دوباره معکوس اینو میکشیدید یه پنجره‌های ویدیدی دوم اینجا درست میشد. از اون وضعیت میرسیم به وضعیت اینجوری. شما هر چقدر ولتاژ کوچیک‌تر کنی، حالا باز اینو یه هوم‌ورک برای یادآوری میدم که در واقع شیب این خط اینجا تا وقتی که در واقع ترانزیستورها وارد نایه سابتر شد نشده باشن، شیبی که اینجا دارید با کاهش ویدیدی شیب زیاد میشه. وارد نایه سابتر شد که بشید، یعنی ویدیدی رو اگه بخوای از یعنی کوچیک‌تر کنید، شیب این خط با کاهش در واقع ولتاژ تغذیه کوچیک میشه و میشه یه ویدیدی مینیمومی تصور کرد. و حالا یه مقاله نسبت معروفی هست که اینو در واقع رب میده به اینکه کمترین ویدیدی که میتونیم داشته باشیم توی یه تکنولوژی چقدره، که هنوز این شیب خط اینجا از در واقع از یک بزرگتر باشه. اگه این شیب خط بیاد زیر یک، عملاً اگه شیب این تا جای یک گفتم دیگه، اگه بیشترین شیب یک باشه، انگار نویز مارجین هایولو انگار صفر شدن و دیگه هیچ پنجره انگار اینجا درست نمیشه. این بیشترین شیب اینجا ای وی مکس، اگه اسمشو بذارم ای وی مکس، که نسبت دلتا وی در واقع اوت به دلتا وی اینر، میتونم از چین رول بگم دلتا وی اوت به دلتا آی دی اس ضرب در دلتا آی دی اس به دلتا وی این، که این خودش چی بود؟ این خودش آر او بود. این چی بود؟ این تعریف جی ام بود. لذا به این دلیل جی ام آر او مهمه. یعنی تو تکنولوژی دوست داریم جی ام آر او بزرگی داشته باشیم، که اگه جی ام آر او بزرگی داشته باشم احتمالاً این ناتم، ناتی که باهاش می‌سازم، این به دلیل آنالوگ هم مهم بود، حالا من کار ندارم. ولی اینجا اگر دیوایسی داشته باشم جی ام آر او بزرگی داشته باشه، در واقع انگار ناتی ساختم که نویز مارجین های لوش میتونه اگه خیلی بزرگ باشه میتونه نزدیک به ویدیو دوم بشه، یا نویز مارجین خوبی داره. خیلی این مشخصه. تا اینجا هر چی گفتیم در واقع استاتیکه، این مشخصه استاتیکه. اما مهمتر از این چیز استاتیک در واقع داینامیک پرفورمنس در واقع دیوایس همه. مهمترین باز جنبه های داینامیک پرفورمنس، یکی در واقع پاور دیسیپیشن داینامیک در واقع درش مستطره، و یکی اسپید یا دیلی، حالا هرچی اسپید دیوایس. ببینید برای اینا ساده میتونیم در واقع یه مدلی داشته باشیم. فرض کنید همین دیوایسی که اینجا کشیدم و با یه خازن، یه ترمینیشن خازنی داشته باشه. خازن میتونه اثر در واقع سیم هایی باشه که این وصل شده و خازن ورودی گیت های بعدی. توی فرایند روشن شدن یا باردار کردن در واقع پی چنل هم داره پول اپ میکنه، و تو فرایند خاموش شدن این چنل هم داره پول داون میکنه. در واقع اگه بخوام در واقع مثلا فرض کنید اسپید رو اول بذارید بررسی کنید، مثلا یه پله واحد بهش بدید اینجا صفر باشه، یه دفعه ولتاژ ورودیتون پریده به این وی اینه. اگه بخواید وی اوت رو رد کنید، مشخصه استاتیک اینجوریه که وی اوت رو با آبی میکشم، وی اوتتون اینجوریه. و دقت کنید، من هم ابتدای کار که هستم، این ولتاژ اینجا فرض کنید وی اوتم چی بوده؟ وی دی دی بوده ابتدا، و روی مشخصه در واقع ان چنلم اینجا قرار دارم در این ابتدا، در این لحظه ابتدا، و با تغییر خوبی میتونم بگم جریانی که داره میگذره آیا آنه، و خیلی هم تابع وی دی اس اون ابتداش نیست، اینجا شدیدا تابع وی دی. لذا اینجا داره در واقع با یک جریان ثابتی کم میشه. این منحنی اینجا در واقع معادله مرتبه اول هم نیست. چرا؟ چون انگار داره با یک جریان آیا آن داره این خازن اینجا رو دشارژ میکنه، خازنی که ولتاژ اولیه‌اش وی لحظه صفرش برابر با VDD داره دشارژ میکنه.
بعد وارد این ناحیه میشه، وارد این ناحیه میشه، حالا کنتر میاد پایین. خب یعنی یه تیکه تقریبا خطی داره و یه تیکه که حالا مثل یه مقاومته و باید یه مدار مرتبه یک حل کنیم. خب اما اگر لحظه که به VDD دوم میرسه رو لحظه سویچ کردن رو دوباره گیت بعدی بگیرم، در واقع تاخیرمون رو داره کی تعیین میکنه؟ داره یک در واقع جریان آیان تعیین میکنه. به این ترتیب شما میتونید یک جریان ثابت از اگه خاتم بگذره به صورت خطی ولتاژش کم میشه و زمان دشارژ شدن، یعنی اینجا رسیدن به VDD دوم رو اگه در نظر بگیرید، VDD دوم ضرب در یک خازن میشه، حالا این سی اینجا گذاشتم سی ال بذارید، تقسیم به جریان میشه، آی آن میشه، که اینو خیلی وقتا یک دوم سی وی آی می نویسیم. لذا یه مشخصه مهم تکنولوژی سی وی اوور آیه. یعنی در واقع همینجوری برید جمهوری از یکی بپرسید این موبایل بهتره یا این موبایل، هیچ اون کسی که در واقع موبایل رو می فروشه و هیچ اطلاعاتی از موبایل نداره میدونه اون موبایلی که مثلا 8 هسته‌ایه سی پیوش از اون که 4 هسته‌ایه بهتره، و میدونه اون که مثلا رم بیشتری داره بهتره. این چند تا پارامتره که تکنولوژی رو میتونه توش خلاصه کنه فروشنده موبایل. حالا شما به عنوان مهندس برق اگه بخواید یک تکنولوژی رو خلاصه در یک عدد بکنید، همون عدد سی وی اوور آی، یعنی از یه تکنولوژی مثلا یه فینفت نانومتر داری و یکی دیگه اس او آی مثلا اکس نانومتر داری، اون تکنولوژی که سی وی اوور آی در واقع کوچیکتری بهتون میده، احتمالاً که نه، تکنولوژی بهتری. اگه فقط بخوایم خبر رو تو یک عدد خلاصه کنیم، یعنی اسپید بیشتری بهتون، سرعت بیشتری بهتون. خب این از این. نکته دوم چی؟ نکته دوم که نکته شاید مهمتری باشه پاور دیسیپیشنه. و باز اینو حالا من چون تو همه درسام اینو میگم، اگه یه خازن رو بخواید با یک مسیر مقاومتی شارژ و دیشارژش کنید، میتونید نشون بدید که یک دوم سی وی دو انرژی توی مقاومت باید در واقع تلف کنید. دقت کنید که این مقاومت اینجا هیچ نقشی روی اندازه انرژی نداره، این هیچ نقشی روی اندازه انرژی نداره، لذا این میزان انرژی تونه. حالا اگه بخواید این خازن رو با فرکانس F شارژ دیشارژ کنید، پاور داینامیکی که لازم دارید صرف کنید میشه F برابر CV2. حالا یه فاکتوری هم اینجا داره یه دوم، و یه در واقع کلاک CPU تون اگر F بذارید، F کلاک بذارید، این دیوایس خاص یا این جزء خاص لزوما همیشه داره با کلاک سویچ نمیکنه. یه اکتیویتی فاکتور داریم که تو تکنولوژی امروزه میتونه خیلی عدد پایینی باشه، یعنی نزدیک مثلا چیزی بین 0.1 تا 100 باشه. به این ترتیب پاور داینامیک دارم که با سنتا این پاور داینامیک به مراتب از این پاور استاتیکی که خیلی قابل صرف نظر کردن بود کوچیک‌تر بود. برای همین شما فرض کنید تو تکنولوژی هستید که مثلا یک باجتی دارید برای وات پر اسکوئر سانتی‌متر. اینو از کجا میاری؟ از تکنولوژی کولینگتون میاری. یعنی مثلا شما یه سی پی یو ساختید، بعد دیدید که سی پی یو بالاشون یه هیت سینک خیلی مفصلی داره، حالا اگه دسکتاپ باشه. اگه لپتاپ باشه باز اگه لپتاپ گیمینگ رو یک بار حداقل احتمالا ندارید، ولی نگاه کرده باشید یه چیز شبیه رادیاتور میره و در واقع کول میکنه اونا، حداقل وقتی دارید در حالت خیلی بازی خفن میخواید انجام بدید، لپتاپتون رو روی یک در واقع دکی میذارید که اون داره اون وظیفه اون رادیاتور کولینگ انجام میده. حالا بسته به که تکنولوژی کولینگ چیه، فرض کنید یه باجتی دارید، باجت پاور دارید، مثلا فرض کنید باز با یک عدد بدم یه حسی داشته باشید، 100 وات پر اسکوئر سانتی متر، که این چیز معقولیه دیگه، مثلا سی پی یوتون دای سایزش 1 سانتی متر مربع، هولوش 1 سانتی متر مربع، و 100 وات دیگه توان خوبیه که بتونه تو حالت خیلی چیز تام. اینم این اگه پاور بگیرم محور اینور، این محور اونور رو مثلا تکنولوژی نود بگم، تکنولوژی نود یعنی سالهای مختلف که میریم جلو، اتفاقی که افتاده اینه که هر چقدر میریم جلو که یه قسمت چی تو این درس توضیح میدم، این پاور استاتیکمون داره بزرگ میشه. پاور استاتیک، پاور استاتیک چرا بزرگ میشه؟ چون مجبور شدیم VDD رو کم کنیم. وقتی VDD رو مجبور شدیم کم کنیم، مجبور شدیم VDD رو کم کنیم که پاور داینامیک رو کم کنیم مثلا، و VDD رو کم کردیم، مجبور شدیم همزمان که VDD رو کم کنیم ولتاژ ترشولد هم کم کنیم،
خب چون متشدد شد، حالا میشه نشون داد که نقطه اپتیمومش اینه که یه چیزی هولو هوش یک سوم VDD بمونه. وقتی ولتاژ ترشورد رو کم کردیم، متناظر باش آیا آف رو زیاد کردیم، و چون آیا آف رو زیاد کردیم پاور استاتیکمون زیاد شد. این فقط این نیست، ما گیت کج داریم، یعنی دیوایس که اسکیل شده مجبور شدیم مثلا قطر اکسید گیتمون رو کم کنیم که کنترل گیت روی کانال از دست نره، و اون وقت گیتمون دیگه اینجوری نیست که جریان گیتمون صفره، یک جریان تانلینگ داریم برای گیت. مکانیزم های دیگه که من الان اصلا موضوع درسم نیست، فقط دارم اینا یادآوری میکنم که در واقع کانکشن این که این دیوایس قراره به عنوان یک در واقع المان مداری استفاده شه و چرا اینا مهمه. خب اگر این باجت در واقع ثابت باشه، پس بهمون میگه که پاور دینامیکی که اجازه داریم در واقع استفاده کنیم هی داره سهمش کم میشه. اگر تکنولوژی های خیلی قبل همه پاوری که استفاده میشد داشت مصرف مفید میرسید، تو تکنولوژی های امروزه فرض کنید اینجا هستیم، در واقع نصف پاور هم داره مصرف دینامیک میشه. مصرف دینامیکشون مصرفی که داره برام کار خوب انجام میده، داره صفر و یکامون سویچ میکنه، یه محاسبه انجام میده، یه گیتی نندی نوری داره محاسبات انجام میده، اما اون پاور استاتیکه پاور در واقع تلف شده. دقت کنید باز از اون پاور داینامیک تو تراشه‌های امروزی اکثرش داره تو سیم ها تلف میشه، حتی تو گیت ها نیست، یعنی 70% این پاور داینامیک باز داره توی سیما تلف میشه که قرار نبوده اصلا تلف بشه. به این معنی این یه تصویری میخوام از در واقع تکنولوژی بدم و شما دیوایستون رو توی این تصویر تکنولوژی قرار جای بدین. مهمترین چیز باز چیزی که ما توی این درس داریم کشیدن دایگرام های در واقع انرژی. یک بار دیگه اگه تاکید کنم، از یک در واقع تراز فرمی در وضعیت تعادل گرمایی شروع میکنیم. من عمدن اینجا رو سو درین رو جوری میکشم که مثلا فرض کنید که ماده شدیدن دیجنریت شده و تراز فرمی اصلا رفته از باند کاندکشن بالاتر، هیچ ایرادی نداره، و این وسط هم یه ماده پی تایپه، مثلا یه پی تایپ بخوام بکشم مثلا لبه باند ولنس هم اینجوریه، لبه باند کاندکشن هم این شکلی. خب الان این بدون هیچ ولتاژی که به گیت اعمال شده این شکلیه، و الکترون هایی که اینجا هستن مثلا رابی میکشم و نمایی دارن، تعدادشون کم میشه، فقط یه تعداد خیلی جزئی میتونن رچن که با تعداد که از این ورا میتونن رچن برابره و خب صفره. اگه شما اندکی ولتاژ، خیلی خیلی کم ولتاژ به درینتون اعمال کنید، در واقع شیب اندکی اینجا دارید و ولتاژ درینتون این همون 0.05 مثلا فرض کنید، اینقدر اعمال کنید، حالا تعداد که از این ور میتونن برن اون ور با تعداد که از اون ور میتونن برن این ور برابر نیست، و این تعداد دارن تعیین میکنن که چه جریانی داریم. روی منحنی مشخصه‌ای که در واقع خدمتتون کشیدم، این به ازای ویدیوس های خیلی خیلی کمه. اگه ویدیوستون رو بزرگتر کنید، در واقع نقاشیتون اینجوری میشه، و این سده هنوز خیلی عوض نشده. تو این منحنی که اینجا داریم به ازای ویدیوس های کوچیک، اون سده هنوز خیلی عوض نشده، ولی عوض میشه. بازم فقط توی در واقع اسکیل لاگ میتونید ببینید هنوز جریان کمه و اندکی، ولی این سد به این دلیل عوض شد، همون تاثیر در واقع دیبل، تاثیر دیبل رو اینوری، هرچند دیبل رو اینجوری حساب میکنم، ولی این هم عرض اینه، اگه شیب خطا رو موازی بگیرید میتونید این فاصله رو به این فاصله رب بدید، خیلی بدیهیه که میشه اینا رو رب. خیلی فرقی که این دیوایس های رژیم ماکرومتری دارن با دیوایس های ما اینه که الان ما الکترونی که اینجا هست، حالا شما ولتاژی هم به گیت اعمال کنید، بذارید سفید بکشم، یه گیت اینجا تصور کنید و یک وی جی اعمال کنید، میتونید سد پتانسیل رو کوچیک کنید حالا با اعمال ولتاژ بگید. الان اتفاقی که برای دیوایس های امروز میفته اینه که این الکترونتون اینجا، داره به صورت یک گلوله بالستیک حرکت میکنه، نه دقیقاً بالستیک، میتونه در واقع شبه بالستیک باشه. اگه دقیقا بالستیک بود اینجوری بود که ضریب در واقع ترانسمیشن متناظر با یک داشت. برای دیوایس های کوازی بالستیک، برای بالستیک این الکترون میاد در واقع تی مساوی با یک، برای اینکه کوازی بالستیک تن یه درصدی در واقع برمیگردن و یه درصدی میرن، یک منای تی برمیگردن و تی میرن. این میتونه به دلیل در واقع
اسکترینگ باشه، یعنی تو رژیمی هستیم که طول با این فریپد قابل مقایسه است، میتونه در واقع یه دیفکتی باشه توی چنلم، میتونه یک ناخالصی باشه، میتونه هر پارامتر دیگه که اونجا به اسکترینگ در طول چنل بشه در واقع باشه. بر همین ما در واقع توی این رژیمیم الان. ما اون چیزی که در با کتاب آقای داتا خوندیم، تحلیل رو تو رژیم بالستیک و کوازی بالستیک خیلی خوب قاعدتا میدونیم، حالا قرار اپلای کنیم به یه دیوایس اینجوری و ببینیم که چطور میتونیم با اون دانشی که کسب کردیم یک دیوایس رو تو رژیم در واقع نانومتری تحلیل کنیم. در واقع این چیزی که میگم تمام دیوایس های امروز است. شما در واقع سی پی یو آیفونتون، اگه آیفون جدید داشته باشید، 5 نانومتره و با تقریب خوبی التون اگه لاندار 16 نانومتر بگیرم خیلی خوب از 5 نانومتر کوچیک‌تره. ما همیشه در واقع 5 یا 10 توی مهندسی برق خیلی بزرگتر و خیلی کوچیک‌تره یه ذره به اینجوری. خیلی خوب، خیلی خوب، امیدوارم خسته نشه باشیم. بذارید من یه نقاشی از این وضعیت واقعی سیمولیشن بند استراکچر خدمتتون بگم و با این در واقع درس رو خب این نقاشی که اینجا در واقع اینزرت کردم و میبینید، در واقع یه بار تو ناحیه لینیه دیپ لینیه، یه ناحیه هم در واقع سچوریشن بند استراکچر به جای وی جی اس های مختلف کشیده. دقت کنید اگه وی جی اس تون مثلا 50 میلی ولت باشه، میبینید که توی حداقل رژیمی که آن هست ترانزیستور، در واقع شیب خطتون دقیقا متناسب با وی دی اسه، لذا تو ناحیه خطی هستید. یعنی به این دلیل توجیه ساده داره که چرا تو این ناحیه جریانتون رابطه خطی با وی دی اس داره، چون دقیقا شیب خطتون که داره در واقع سرعت عامل هاتون تعیین میکنه به این ترتیب با وی دی اس نسبت داره. اما اگر تو این ناحیه باشید، در واقع دیگه از اون ناحیه خطی اصلا خارج شدیم و تعدادی که فقط رد میشن و این صدی که سر راه ایناست داره تعیین میکنه، لذا از اونجا به بعد دیگه وی دی اس، تغییر وی دی اس هیچ نقشی روی در واقع الکترون هایی که از اینجا میان وارد اینجا میشن ندارن. این دقیقاً این بند استراکچر این مفهوم رو در واقع میرسونه و امیدوارم حالا این نقاشی کمک کنه. این چیزی که این نقاشی که اینجا کشیدم شاید خیلی جالب نبود و دقیقاً اینا چون در واقع محصول یک در واقع سیمولیشن دیوایس به ازای وی جی اس های مختلفه، دقیقاً این مفهوم رو بهتون برسونه. ما این تصور این دوتا نقاشی رو تا پایان درس در واقع لازم داریم، یعنی یک بار وضعیت این لبه بند استراکچر رو توی وی جی اس مساوی با وی دی دی در واقع تو ذهنتون باشه، وی دی اس مساوی وی دی دی، یه دفعه وی دی اس های خیلی پایین، و این دو بهمون کمک میکنن که بتونیم در واقع آنالیزایی که لازم داریم و در این دو حد در واقع انجام بدیم. خیلی خوب، خسته نباشید.